کمپرسوری که دارین میبینید یک کمپرسور اسکرو هیتاچی هست، محفظه هوزینگ، سپراتور روغن هست و قسمت سیمپیچ. ما توی چند تا فیلم راجع به کمپرسورهای اسکرو برندهای مختلف میخوایم صحبت کنیم، اینکه این کمپرسورها هر کدومشون یه ایراداتی دارن، یه سری مزایا دارن که نسبت به کمپرسورهای هم خانواده خودشون بهتر هستن. پس هر برندی، مایکوم، کریر، بیتزر، تمام این برندها، همبل، یه سری مزایا دارن یه سری معایب. معایب این کمپرسور رو که ما نمیتونیم بیان کنیم، اگه بیان کنیم خیلی ناراحت میشن. فقط مزایای هر خانواده از کمپرسورها رو سعی میکنیم بیان کنیم. اولین کمپرسوری که میخوایم بررسی کنیم هیتاچی هست، کمپرسور هیتاچی یکی از منحصر به فرد ترین کمپرسور هاست. محفظه یه سپراتور روغن رو آورده پهلوی کمپرسور. ببینید اینجوری فضایی که کمپرسور اشغال میکنه خیلی کم شده و کمپرسور خیلی کوچیکه و دسترسی های خیلی راحت تر میشه. فیلتر روغنش پهلوی کمپرسور میخوره و به راحتی بهش دسترسی دارین. توی قسمت سیمپیچ یکی از مزایای این کمپرسورها اینه که سوختگی سیمپیچ تو کمپرسورهای هیتاچی کم اتفاق میافته. و یکی دیگه از مشخصات مهمش برعکس گردیدن ماردون هاست. اینجا فلنچ دیسچارج هست که ماردون ها روشون نصب میشه. امکان داره که ما کمپرسور رو با دور برعکس استارت بزنیم، ماردون ها به این صفحه برخورد بکنن. اما توی این کمپرسورها یک عدد بولبرینگ بیشتر کار شده که بتونن جهت معکوس رو مقاومت بکنن و آسیب فلنچ دیسچارج نرسه. پس دو دور برعکس این کمپرسورها مقاومتشون خوبه نسبت به خیلی از برندها. موضوعی که بیشترین موضوعی که خرابی این کمپرسورها رو شامل میشه، کمپرسورها میان به کارگاه گروه مهندسی مهرسمند برای تعمیر، موضوع بیش از حد گرم کار کردن این کمپرسورها و در چیلرهاشونه. به این موضوع خیلی دقت کنید، به کندانسور، به رسوب کندانسور خیلی خیلی دقت بکنید.